است برنامه موزیک را به شما عرضه کند. اوپرای دون پاسکال اثر دونیزتی کمدی پرماجرایی است سرشار از عشق و شیدایی که هویت شخصیت ها در آن بارها عوض می شود. این اوپرا حالا با حضور ژولی فوش و جوهانس مارتین کرانزل در نقش های اصلی به اوپراخانه زوریخ بازگشت است. زندگی نورینا همسر جوان دون پاسکال در جریان ماجرایی در هم تنیده زیر و رو می شود. همه نسخه‌های این اوپرا شبیه همند و معمولاً دون پاسکال فلک زده رو می‌بینیم که با کیسه آب گرمش روی صحنه این طرف آن طرف می‌رود. اما ما می‌خواستیم کارمان متفاوت باشد. اینجا نخستین مرحله در تحول این شخصیت است. کریستوف لوی کارگردان این اجرا تلاش کرده تا به جای تکیه بر تیپ‌سازی‌های معمول پیچیدگی کاراکترهای این اثر را نشان بدهد. وقتی دونیزتی این اپرا را در سال 1842 تصنیف کرد، زمانی بود که علائم بیماری سختش دیگر آشکار شده بود. صحنه‌های این نمایش یادآور خداحافظی با زندگی و همزمان کشف شادی‌های آن هستند. بنابراین هدف من هم در اجرای این اوپرا ایجاد توازنی بود میان این دو نکته. اجرای نقش نورینا لذت بخش است، چون او با مزه است و به خصوص در این اجرا کلی شوخی تلخ در کار است. او در این آریا به نوعی میگوید که خوب بلد است با مردها چطور تا کند، یعنی میداند که چه وقت رو بگرداند و کی نم اشکی بریزد یا آهی بکشد و غمزه ای بکند. می‌خواستم نورینا را زنی نشان بدهم که از خلال آشنایی با دون پاسکال چیزی را در خودش کشف می‌کند، چیزی شبیه وجدان اخلاقی. زیباست که او چنین مسیری را در پیش می‌گیرد. اگر این داستان برای من درس اخلاقی داشته باشد، درسش این است که عشق همه جا هست. تماشای اوپرای دون پاسکال بیش از هر چیز به ما یادآوری می‌کند که قلبی گشوده داشتن و عاشق شدن یعنی چه؟ ein offeneres Herz zu haben. موزیک به وسیله رولکس به شما عرضه شد.